لنیو خونی شان داوا ام پیشیا لفلسفه ولایتی فقیدا لقانونی اساسی دا بو اوان رواو مرجعیتی هیا رژیمی کمار اسلامی ایران کتوشی بحرانو خیرانی که گورین و نتوائی بوا شارکانی تحریمی آبوری تواوی لائنکانی رژیمی بچوک دا هیناوو بالکانی نیوکوی رژیمی چی توشی بی هیوایو بی دا هاتوی کردوا پرستو دل راو کیان لینشتوا کلنیو خوش دا توشی بحرانو تقینوی برکانی کی دناکاوی کوبلانی رقل گتوبن بویا ام جنایتانا ناتوانن ایرادی گلانی ایران و هروا آزادی خوازانی ایران بچوک دابیدن رژیم زویا درنگ باو فلسفه و باو سیاست و باو بیرو بوچونه و دیگوان بارگو برکی پرلپ جنایتی خوی دفیچه تو و بدستی بهیزی گلانی ایرانو پیکوشرانی رگای آزادی اتیچنه تو و لنیو دچه ایستا ارگی ایما بابی جاوازی بیرو بوچونی سیاسی بابی جاوازی بیرو بوچونی لائنی اویا که رژیم دی هوی سیمایی که دی که لروانگی کوملگی نونتوهی لکوی نشام داد ایمه دبی بچالاکی بطیکوشان با آگا دارکنوی محافلی بین المللی هر وحا بدانی هوشیاری سیاسی کوملایتی چالشو قیران بو رژیم ساز بکن بلقاو دانی پروسه اعدام و ترور و هر وحا دوسته رژیم ده برابر خطوطر بکن و لراسی دا او کشتی آرامی که لرگای حسنی روحانی و به قولی خویان کرارا لو دریا پر لشپولانه دا دا کراکی دریای آرامی دا قرار بگه نهیلین و روی دزیوی رژیم با کوبلگایی نیونه توی زیادر آشکراب کهیم به گمان به نمالی سربرزی شهیدان زندانیانی سیاسی جگای دستکشی و آفرین هر همومان ارکی سرشار مانا نکتنا امرو اما پروسه اکل دا آدو دا دریجه ایده بی و لگل تمنی رژیمی کمار اسلامی را دا گریه خواردوا با حق تسترجاده با کورو کوبونوا با خوبو شاندانی برینی خلقی و کوملانی خلق هم هیوا و آوار لدلی تیکو شراری نیو خوب چرینو هم ببین ببانو اکی گوره لبرانبر با گیشتن با آواتکاری رژیم للاین حزب دموکراتی کردستانی ایران و پولکانی ایدامی او دوانی رژیم جارکی دی که محکوم دکین و تیاچونو سرنگونی رژیم به هاو کاریو یکیتیو هاو دنگی بیگمان مستوه گرده بیگمان ایمه سر دکوین سرنجام بوکی آزادی لآمیر دگرین لآخری کسکایمشتا بنامی حزب دموکراتی کردستانی ایران و همینی بخیراتی نویدرانی یکیتی اجتماعی کردستان پارتی دموکراتی کردستان بزرگ نوی گورانو هر وحا پارتی سوسیالیستی کردستان ترکیه دکم سپاس هم دکین حزب دموکراتی کردستانی ایران کمیته سویس در سپاس بو که عبالی الیاسی استایش دوانا که باور یاسی دکین چند نوته یک بزمانی ویسی پشکش بیاد که بفرمه Ladies and gentlemen, dear friends, we are here to draw the attention of to the situation of human rights in Iran. Our brothers and sisters in Iran are in need of our help. We know that the Iranian regime these days has accelerated the machine of execution in Iran. So in the same time we see that there is a negotiations here in Switzerland. The question of human rights and the violations of human rights has been forgotten. We should know it that our friends, our brothers and sisters and the human rights defenders in Iran are in need of our help. And we are here again and again until we draw
the completely the attention of human rights defenders, of government and international human rights organization to the situation of human rights. The machine of executions in Iran is alarmingly intensive, and our friends in Iran, our brothers, are in need of our help. So we should continue this our struggle to gather again and again until there is an end to this situation, human rights violations. I thank you a lot for your presence here in this gathering, and we hope we continue our struggle until this situation is ended. Thank you. زور سپاس بۆ کاک بابا نیراسی نوێنەری حزبی دموکراتی کوردستان ایران لە سویس. ئێستاش داوا لە کاک محەممەدی سێوەتەڵ یەکەین چەند شعارێکی هەبا پێشکەشیان کە زیندان پەت و سێدارە ئیرادەی گەل ناشکێنی زیندان پەت و سێدارە ئیرادەی گەل ناشکێنی تالاوێک لە دار دەدەن هزاران سر حل دینی باش بزانن نیارن ای آخوندانی تاران باش بزانن نیارن ای آخوندانی تاران ظلم لستوری دبسه راست قصه با پیران ظلم لستوری دبسه راست قصه با پیران آخوندی قوم و تاران اوانه ریشان درجا و تاریخیان بسر چوا کوتونا پلقاجا خامنه ای دیکتاتور توش نشانه و هدفی خامنه ای دیکتاتور توش نشانه و هدفی هاکا کوتی برپیان وک محمد قذافی سرکو ماری سیدارا هو هو روحانی بدفر سرکو ماری سیدارا هو هو روحانی بدفر و هوا نجاتت نابه گرجی چوی کولی مر روژی مرگو نمانا کشکی دیکتاتور مانا روژی مرگو نمانا کشکی دیکتاتور مانا هرگیز بفیرو ناچه خوینی اولاوانا ماموسا ای کمانگر رولای کردی تی کشر ماموسا ای کمانگر رولای کردی تی کشر بخامن نیت سلمان کردی نیشتی من پرور به دشمنانت سلمان کردی نیشتی من پرور زور سپاس دوال که آزاد دکه این پیامی سازمانی خباتی کردستان پیشکش بکن زور سپاسی به جربوتن دکم پیامی سازمانی خباتی کردستان کمیته سویستان پیشکش دکن برزان لچن روژی رابردو چندین چالاکی سیاسی لوانا حبیب الله گلپری پورو خلکی شار اسنو هر وها رضا اسماعیلی خلکی سلماز و هر وها شازده کس لها ولاتیانی بلوچستان با کومل اعدام کران او اعدامانی چند روژی رابردو اعدامکانی روژانی پیشو لکاتیک بره وده چه که آخوند حسنی روحانی سرو کوماری تازه بدا سلات گشتوی رژیم به حل گرتنی شعاری نرمی نواندن و آلگور لسیاستی سرکتو توقاندن لسر نوی جماره خلق سر لنوی جماره خلقی فریو داو هندگ لولاتانی رجاوهی باو بلینو شعارانه دلخوش کرد او اعدامانه جاره کتر او اعدامانه جاره کتر او راستیان نشان داو که آلگور و اعتدال لطوار چیوی ده سلاتی آخوندی بگورینی هر موری که او ده سلاته نبر ریو ده چیو ندشتوانه بر ریو ببند هر چند ادام و کشتن امراز هر توقع نرکانی ده سلاتی امراز هر توقع نرکانی ده سلاتی ایران گوه لماوی سالانی را بردو ده بلام همو او فشارانه نبونه ده هوی ده سهل گرتنی خلکی شورش جری کردستان و ایران بگشتی و لاوانی خوینگرم لدواویست راواکانیان بگمان لدا آتوش دا آزادی خوازان بگیانی که لیو روانه و شیل جرانه بردوام دبن لسر تیکوشان و ویستر آواکانیان با آزادی رژیم آخوندی
هر لسر تایب ده صلات گشتیو گشنی و تایستا بناغی ده صلاته کی لسر اعدام و کشتنی آزادی خوازان را گرتوا که هر لو پیوندیه ده بفی دوائین راپورتی رخراوی نتوایه گرتو کان رژیمی کوماری اسلامی ایران لما وی سالک دا نزیک به 130 کسی اعدام کردوا آشکرای اعدامی به کومالی آزادی خوازان لچن روژی را بردو دا چند پیامی که پیو که یکم پیام اوه که دا سلات لیران آلگور با قازان جی خلق بسر دا نایا و درش که تا کومالگی جیهانی امتیاز بدن به دا سلاتی آخوندی او د صلات سورتر ته ویل سر څو ساندنو کوشنی خلکی به تاوانو لاوانی ازادی خوازو للایک دیوا او کردو د جایتی رونو اشکرایکه لګل قانوني نیو دولت یکانو جارنامه مافی مروف و هيا تنیا لسر رخنا لچلاکی سیاسی مروف ایران اعدام دکرین تنانه لدوای اعدامش ترمی اعدام کراون ناده تو دست خانوادهی او خانواده کانیان که باو کرده وش کنجه روحی و روانی همیشه با ابنماله اعدام کراوان بدواویا سازمان خباتی کردستان اعدام رولکانی کردستان و رولکانی بلوچستان و تک رای گلان ایران للایان رژیم آخوندی با تونترین شیوه محکوم دکاو داوال سرجم رخراو دا مزراو ما مروف دوستکان دکا لراست او جنایت بیدنگ نبنو بحولی همه الایانه کار بکره بو ناردنی او پرونده ادامیکان رژیم ایران بو شورای امنیتی نتوی گرتوکان بر بدست لراز جنایتی رژیم دروز بکره مرگو نمان بو رژیم آخوندی سازمان خباتی کردستان کمیته سویز زور سپاس نبو سیداره بله بو جیان ترولیستی زمانه رژیمی ملکانه ترول اعدام زنایت گلی کر نبزینه بخباتو یگرتن دجمن متوک دادینه ترولیست رژیمی ملای فاشیست ای زلادی زمانه دبا بس بخرشتن لاوی کن خدام ره به اهدام و بگشتن ترول اهدام زنایت بشی ترسنو کانا ازادی سر بخوایی ما فی روای گلانا ای شهیدان نامرین ای و تری آگرین ای شهیدان نامرین ای و تری آگرین ای آخون های خون خار بس دیگه جنایت ای ملت های ایران از هم دیگر حمایت مذهبی چپ دموکرات برای مرگ ترول اتحاد برای مرگ ترول اتحاد زور سپاس که فرزینی سعد موچشی پیامی که حزبی کمونیستی ایران تکایه با بفرمه من در مقدمه در اینجا میخوام از خونواده های سربلند این جانباختگان که به دست رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اعدام و یا به هر شیوهی زیر شکنجه جان خود را از دست دادند تسلیت عرض نمایم و به آنها اعلام کنیم ما همیشه در کنار آنها خواهیم ماند و به رژیم جمهوری اسلامی بگویم که مردم مبارز کردستان اعدام زندانیان سیاسی را بی پاسخ نمی گذارند.
رژیم جنایتکار اسلامی در روز سوم آبان ماه در یک عکس العمل کور و انتقام جویانه 16 نفر را در زندان زاهدان دستچین کرد و همه آنها را به دار آویخت. در همین روز و روز بعد با عجله زندانیان سیاسی حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی را اعدام کرد. در روز دوشنبه 13 آبان ماه زندانی سیاسی شیرکو معروفی را اعدام کرد و 24 تن دیگر از زندانیان بی‌دفاع را همچنین به دار آویخت. در ماه گذشته 600 تن از زندانیان سیاسی و عادی از جانب جمهوری اسلامی اعدام شدند. رژیم جمهوری اسلامی با اعدام شیرکو معروفی و حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی و موج کشتاری که در داخل زندانها به راه انداخته است، هدفی جز مرعوب کردن توده های مردم مبارز و حق طلب را تعقیب نمی کند. رژیم با موج مرعوب کردن توده های مردم و کشتاری که به راه انداخته است، می خواهد فضای رعب و وحشت در درون زندان ها را به بیرون انتقال نماید تا از این طریق مردم را به سکوت و تمکین وادارد. سران رژیم که خطر طغیان و خشم توده های مردم را بر بالای سر خود احساس می کنند، در تلاش هستند که با موج اعدام ها به عنوان اقدامی پیشگیرانه با این خطر که خواب را از چشم آنها ربوده است مقابله نماید. رژیم با این اقدامات می خواهد جلو رشد هر گونه تحرک مبارزاتی را در سراسر ایران به ویژه در کردستان که همواره سنگری مهم برای حفظ و نگهداری دستاوردهای مبارزاتی مردم و جنبش‌های پیشرو اجتماعی در ایران بوده و هست را بگیرد. رژیم جمهوری اسلامی باید بداند اگر خیال می‌کند با اعدام شیرکو معروفی و حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی راه را برای جنایت بیشتری در کردستان و در خارج از کردستان هموار می کند، مردم مبارز کردستان نیز دست روی دست نخواهند گذاشت و به پشتیبانی و حمایت سراسر ایران همان درسی را به رژیم خواهند داد که تا کنون در واکنش به جنایت رژیم دادند. مردم کردستان می دانند که رژیم جمهوری اسلامی با این موج اعدام ها در واقع ترس و وحشت خود از آنان را آغاز شمارش معکوس حاکمیت جنایتکارش را به نمایش گذاشته است. در پایان به آقای روحانی خواهم گفت، همانطور که خودتان میگویید در کوزه همان تراوت که در اوست، در هر لباس و سخنی که بیایید همان جنایتکاری هستید که در این صد روزه حاکمیت نشان دادید. ننگ و نفرت بر شما، مرگ بر جمهوری اسلامی. سازمان کردستان حزب کمونیست ایران کماله. خوشپس سایش دوائل کسایتی سربخوی کرد مامستا فوزی رمزی دکه این تشریف بره تو پیامکه ام پشکش کن که با فلیم هاوغمی پیره پیاوک بو او گلا بو او کلا میرانا و او لاوانا که جانیان لسر دستا که جانیان بلاوا ساده ترین شتا پیشکشی ملتکانی دکن لپیناو سربرزی ملتکا آماده بونتان درخستنی ارادهی لبن نهاتوی نشتیمان پروری تانا
هلویست برانبر بکشتن و برین و هولی قرکردنی رولکان مانا که تنیا تاوانیان هر اویا کدلین ایمه کردستانی تا مزروی آزادی و سر بخوین آخوندکان و ظالمان دیانوید بم رفتار نامرو ویانا و ری گلکمان بروخنن ناس نامی نتوییمان بسر روا بلام ایمش لتک دنگی چنها شاعران من دا کدلین کردنا بریت و خیالتان خوا براتی نجات بخون نسراوا بلی لتک ام همو نا عدالتی و نا مروفایتی در حق من دکرید دبینین لاوخن گرمکان هر لسر رگی خباتو تیکوشان سور و سورتر دبن امش لخوی دا زندوی گلکمان و روایی مسلکمان دا سلمینید هزار رحمت دا شاعران من کبو انجور قربانیان او تویانا قربانی ام اصلا لگجلا پسنترا قربانی حاجی اکان مرا هی امکچا کرا میجو سلمان دویتی که کشتن و رشکوژی و توقاندن هرگیز ناتوانه ببیت بربسته ریل جماوری خبادی رو گنفیدا بگره بتایبت ری للاوانی جان لسر دستو بوفا بو گلو نشتیبان بگره بوی پر بدلالم لاوان پشکوی حلمتی پیروزی خبادکم شپولی زریای شورش رزگاری ولاتکم لاوان بس با بستی خاد خوینی آریان در ریجن لبن همو دار و بردک جستی شهیدن یجن بری اولا وکان مانن که لبردم سیداری شرف دا پر بدم بسر جلاد کانا دا چی کنن ور جلاد ور جانم همو لدلتک تاکو بزانی چون ایمانم اتو جلاد اگر در بینی اسککانم اگر بینی لبرچاوانم بکجی کش عزیزانم والله بخاکی کردستان امن کردم قدیش نارم پشیمانم جینی کرد بهلوی مردن نک پنا بو قلی رو رش بردن لای هلوی برزفری برزم جی چون بجی شرطا نوک چن بجی بلی ام کلمیرانا رول دای کند کند بردم سیداری شرف دا کچی در نگرین فرمیسکان نریجن با من بکجرم خوزکم سربز بجی بی باکم لبردم سیداری دجمن فتی قنار دنیا مگردن رولی کی هجاری کردم هیچ پشیمان نیم لوی کردم بلی ام کلمیر نمر دلیرانه جانیان بخشی و گلو نشتیمان بی اوی داوای پاداش لکس بکن تنها لوجدانی خویان نبی ایترکاتی او هاتو کربازی او نمرانه او دلیرانه بگرین آمان جو هرکیز نلین اما دوار ریگه پیدا در روین چون که برزان گرچی آسمان رشو تاریک بی هوری چلکن بری آسمانی شینی گرت بی او روژه هموان به هیواین هر دی دنگی دلیران من هنگاوکان من دنگ داداتوا ایمه هین و هین ایمه لیرین هر لیرش دبین و هر امینین ایمه گرانی بو آزادی با کردستان، با خوشویستی، با یکتر، با جیانده چرین. ایتر زور زور سپاس تانکم. زور زور سپاس. زور سپاس بو مامستا برز فوزی رمزی. الان هم پیام اتحادیه بین المللی حمایت از کارگران در ایران کمیته سوئیس. اگر اینجا هستن تشریف بیارن پیامشون رو تقدیم کنن.
با سلام و تشکر از برگزاران اعتراضات با تشکر از گردهمایی همه دوستان در این حرکت اعتراضی. من ضمن تسلیت به تمام خانواده جانباختگان اخیر در شهرهای مختلف ایران به خانواده‌هاشون اطلاعیه به اتحاد بین‌المللی در مورد از کارگران ایران واحد سوئیس رو به اطلاعتون میرسونم. اطلاعیه اتحاد بین‌المللی در مورد از کارگران در ایران واحد سوئیس به مناسبت اعدام‌های اخیر. دوستان، یاران، کارگران و زحمت کشان، آزادی خواهان و عدالت جویان، ماشین سرکوب و کشتار در رژیم اسلامی ایران هیچگاه پایانی ندارد مگر آنکه خود این رژیم غارتگر جنایت پیشه نابود گردد. نابودی این رژیم ممکن نیست مگر اینکه اراده عمومی ما یکی شود، توهمات را به دور افکنده دنبال بد و بدتر نگردیم، منتظر معجزه از درون رژیم نباشیم، امیدوار به دنیای غیب و سرمایه‌داران جهانی برای نابودی این رژیم نباشیم. کسی به ما عدالت، آزادی و صلح هدیه نخواهد داد. نگاه کنید به وضعیت 33 ساله این حکومت جنایت پیشه. آیا در این زمانی وضعیت کارگران و زحمتکشان، دانشجویان و روشنفکران، هنرمندان، ورزشکاران و وکلا و مدافعین و حقوق انسانی بهتر شده است؟ مسلماً جواب با قاطعیت نه است. اعدام‌های اخیر در کردستان و خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان و گیلان و در آینده مناطق دیگری از ایران دنباله مسلسلوار کشتار بی‌رحمانه مردمی بی‌دفاع در نظام سرمایه‌داران اسلامی است. ادامه سرکوب و زندانی نمودن فعالین کارگری است. ادامه سرکوب زنان و بی‌عدالتی و گسترش فقر و بی‌حقوقی در ایران است. جمهوری اسلامی مانند تمامی حکومت‌های سرمایه‌داری ماهیتاً جنایتکار و هیچ چاره‌ای به جز ادامه جنایت ندارد. این رژیم نمی‌تواند جوابگوی تورم 40% در جامعه باشد. نمی‌تواند جوابگوی مشکل بیکاری 50% باشد. آزادی خواهی و عدالت طلبی برای رژیم اسلامی ایران سهم ملکی است که رژیم آن را به خوبی می‌شناسد. او مطمئناً برای مقابله با آزادی خواهان و عدالت پروران از هیچ جنایتی فروگذار نخواهد کرد. فعالین کارگری، دانشجویی، وکلا، آزادی خواهان، زن و مرد در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در زندان و در معرض اعدام و شکنجه و مرگ تدریجی قرار دارند و هر روز ناقوس مرگ از جای جای ایران به گوش می رسد. این وظیفه ماست که در مقابل بی‌عدالتی و آزادی کشی مقاومت و آن را متوقف کنیم. قدرت هر مردمی به تشکل یابی آن وابسته است. مردم متفرق بی پناه و بی دفاع هستند، اما مردم متحد و آگاه قدرتمند و سرنوشت‌ساز. باید تشکلات کارگری و دانشجویی مستقل ایجاد شوند. باید نیروهای آزادی خواه و عدالت پیشه متحد شوند تا در پیوند با هندش مشتکمی در مقابل سرمایه‌داران در ایران و جهان به وجود آورده و به بساط ظلم و بی‌عدالتی برچیده شود. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران که همواره پیگیر حقوق از دست رفته کارگران و زحمتکشان در ایران است، ضمن محکوم نمودن اعدام‌های اخیر در ایران اعلام می‌دارد که هیچ بهانه‌ای از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی برای کشتار فرزندانمان در ایران قابل قبول نیست. این خود رژیم اسلامی است که عامل اصلی تمام اتفاقات و نابرابری‌های اجتماعی است و تنها نابودی حکومت اسلامی ایران میتواند بازدارنده کشتار و بی‌عدالتی در ایران باشد. فعالین کارگری، دانشجویی و کلا، آزادی خواهان، زندانی آزاد باید گردند. قوانین ضد بشری اعدام سریعا لغو باید گردد.
پیروز باد مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران علیه سرمایه‌داران و حاکم، برقرار باد عدالت و برابری، صلح و آزادی در ایران و جهان. 9 نوامبر 2013 برابر با 18 آبان 1392 اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران سوئیس. ایسای چموتیک لرائن نوینه دی بزوتنوی گران و پیشکش دکت. که باب فرمون بناوه خو بناوه انجومنیا گران سوئیس را سرخوشی المال باتت شهیدان تکین و ریز و قدر به هر شهیده که کرد دیسان دی بیجین ام جمهوریت ایران شرمزار دکین بوان کار درندانه و تیرش مروفاتی گل گل کردستان روش حالات دکن و بدنگ که بلند بیجین ایران و هر دشمنه که کرده نب زندانت خو نب سیدارا خو نب حیزا خو نشن کرده کم بکن چن که کرد نش چملتا کم ترن دیسان بو جهو مافت مروفان دبیجین چاوه خلفان کار دروندانه ننقینن چنکه ام کرد مروفترین شوان کسا یه دست حلاتا ایران پریفت برن یه وان کار دروندانه تکن بمری دکتاتوریتا ایرانه و هر بجید کرد خاص سرکفتی بند زور سپاس بو بزوتنوهی گران سوئیس. الان هم خانم عباسی قطعنامه رو تقدیم میکنم. قطعنامه مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را با مبارزه برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی گسترش دهیم. موج گسترش یابنده اعدام های سازمان یافته اخیر به روشنی بیانگر آن است که جمهوری اسلامی در حالی در عمیق ترین بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پا می زند. در برابر دولت‌های غربی و آمریکا سیاست سازش و عقب نشینی و به عبارتی خوردن جام زهر را پی گرفته است. رژیم اما در مقابل مردم همچنان سیاست سرکوب، اعدام و تکیه بر زور سرنیزه و بگیر و ببند را گسترش می‌دهد. اصلی ترین دلیل این اعدام‌ها وحشت و نگرانی از برخاستن جنبش ها و خیزش خود انگیخته مردم بر بستر شکست و بنبست همه سیاست های رژیم و گسترش یافتن مبارزات توده هاست. وظیفه اصلی دولت جدید حفظ نظام دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی است. دولت روحانی نه می خواهد و نه می تواند گشایشی را در برابر خواستها و مطالبات مردم فراهم سازد و در مقابل آنان عقب نشینی کند. همچنین همه جناح‌ها و دستجات رژیم با قدرت یابی و حق حاکمیت مردمان سرزمینمان مخالفند. چرخش سیاست رژیم و گشایش در خارج همواره با سرکوب مردم در داخل همراه بوده است. تلاش های دولت روحانی برای سازش و معامله با آمریکا و به ویژه در زمینه پرونده اتمی و برچیدن و یا کاهش تحریم ها زمینه ای را به وجود آورده که سرکوب جنبش و حرکات مردمی را بسیار پرهزینه ساخته و به آسانی صورت نخواهد پذیرفت و شکاف میان باندها و دستجات رژیم را تشدید و افزایش خواهد داد. شرایط سیاسی کشور فرصتی را برای مردم به وجود آورده است که هرگاه برآمد مردم بتواند مبارزه مستقل و سازمان یافته را علیه رژیم به پیش ببرد، میتواند رژیم را به عقب براند و یا حداقل از سرکوب و فشار استبداد جمهوری اسلامی بکاهد. دولت روحانی آشکارا و روشن اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و تعدیل اقتصادی را دنبال می‌کند.
بحران عمیق ساختاری اقتصاد ایران